بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عجل لوليك الفرج. أيها الناس إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. روزهای آخر ماه شعبان بود. پیامبر نور رحمت للعالمین مردم را مژده داد با آمدن یک ضیافت بزرگ. چقدر زیبا این ضیافت بزرگ را پیامبر نور صلی الله علیه و آله و سلم بیان میکنه. اولین مطلبی که بیان میکنه اینه: ای مردم، ماه مبارک رمضان همراه با اقبال به سمت شما آمد. یعنی ماه مبارک رمضان پر خیر و برکت است برای شما. ماه رمضان ولو گرسنگی داره، تشنگی داره، اما این ماه سراسر نور است. لذا در جای دیگر فرمود صوموا تصحوا، روزه بگیرید تا به سلامتی برسید. روزه سلامتی برای انسان میاره. ماه مبارک رمضان را پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم با اقبال فرمود به سمت شما می آید، با آغوش باز به سمت شما می آید. اما برای ماه رمضان سه مورد را به عنوان تحفه ماه مبارک برای شما جهت استفاده من و تو پیغمبر بیان کرده. فرمود ماه مبارک رمضان سه تحفه می آورد: برکت می آورد، رحمت و مغفرت. اجازه میدید از همین برکت بگم تا آرام آرام بر این ضیافت بزرگ الهی آماده شویم. فرمود ماه مبارک رمضان برکت میاره. برکت به این خاطر و به این دلیل که بعضی از آدمها مثل منی که ممکنه کم بضاعت باشیم، کم بنیه باشیم، دست ما خالی باشه، اما ماه مبارک رمضان همون اول کار دست من و تو رو پر میکنه. باید انقدر خود را آماده این ماه بکنیم که در شب و روز اول ماه مبارک رمضان از ثانیه ها استفاده بکنیم، از لحظه ها استفاده بکنیم. آخه مهمان ویژه ماه مبارک رمضان وجود نازنین بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداست. نمیخوای هم نشین حضرت بشی؟ نمیخوای هم سفره امام زمان بشی؟ قطعاً چنین عشق و علاقه همه من و تو داریم. لذا خدا فرمود ماه رمضان را با برکت آغاز میکنیم که نور بگیری، بنیه تو بالاتر برود، سرمایه نوری تو بالاتر برود، تا بتوانی همنشین امام زمان باشی. لذا یک آیه قرآن میخوانی، ختم کامل قرآن را خدا بهت عنایت میکنه. پیغمبر خدا خواست به ما نشان بده که در اواخر ماه شعبان، خواست نشان بده که مواظب باش، ماه پرنوری می آید و زود از دست تو نرود. ماه پرنوری که این ماه پرنور برای تو برکات و ثمرات عدیده و فراوانی به دنبال خواهد داشت. انشاءالله آماده و مهیای این ضیافت بزرگ خواهیم شد. اللهم عجل لولیک الفرج.